تنها جانهایشان را از جنگ مالستان و جاغوری نجات دادند. ده ها آواره جنگ غزنی که به این مسجد در کابل پناه آوردند. اسحاق میگوید که 95 سال است و در نزدیک به یک قرن زندگیش این نخستین بار است که آواره می شود. نخفنان کنه که مردم این شابخی مورد تا یک کمنان خوردی 20 خانه آقل بدی بوستن که یک خانه من در دیگه کل رفته. فرزانه دانش آموز صنف 12 مکتب در جاغور است. پس از آن که جنگ در این ولسوالی شدت گرفت، مکتبش نیز تعطیل شد. موتر به سختی پیدا می شد، دیگه قیمتش هم بالا بود. ما یک شب در آمدیم، بعد از آمدیم غزنی، از غزنی آمدیم کابل. افزون بر کابل، صدها خانواده در بخش‌های گوناگون کشور از این دو ولسوالی پر جمعیت غزنی آواره شدند، چنانچه شماری از این آوارگان به بامیان نیز رسیدند. نزدیک به 900 از ولسوالی جاوید قراجات مختلف به اثر ناامنی و جنگ در ولایت بامیان اینا ساکن شدند. امنیت از اشرف غنی است که برای ما تسکی عموما خدمت مرا مهیا کنه. ما جاغوری خد نمیخوای کجیس آواره شده در بدر خوشده زندگی دارایی همه چیز در جای ما بنده، فقط امیر از دولت خواهش نمیکنه خوشی ما یک کمک جدی کنه. هرچند لوی درسیس معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و معاون امنیت ملی با ده ها نیرو از بحر را اندازی عملیات به جاغوری و مالستان رسیدند، اما تازه ترین گزارش ها حاکی از شدت گرفتن دوباره نبرد در این ولسوالی هاست. اقدامات در هنگام صورت گرفت. زمانی که جرقه های اولیه ناامنی در بخشای از ولسوالی جاغوری در نوار مرزی های جاغوری اتفاق افتاد، باید اقدامات جدی تر صورت می گرفت. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، در حدود 5000 خانواده از ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان و ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی آواره شدند.